سلام عزیزان خوش آمدی به درس دیگه از درس های زبان آلمانی کانال دویچ پرزیش تیوی یکی دوستان در کامنت ها پرسیده بودن که غویش چه معنی داره یا غویگ چون پرسیده بودن دوتا معنی مختلف داره که واقعا هم همینطور هست یعنی غویش از اون کلماتی هستش که هم به عنوان صفت استفاده میشه و هم به عنوان یک پارتیکل استفاده میشه پارتیکل ها چی بودن؟ پارتیکل ها واجه هایی بودن که معنیش اون نیست بلکه جملمون رو تشدید میکنن یا جملمون رو بهش اون ا... یک احساسی میدن حالا با هم دیگه در قالب جملات یاد میگیریم که غویگ و یا غویش چه معنی داره غویگ اگر ادیکتیو باشه یا صفت باشه به معنی آرام، آسوده، بی استراب، بدون نگرانی، خلوت، ساکت هستش به طور مثال زیست اون خانومه یک آدم آرومیه یا آدم بی سر و صداییه یک آدم ریلکسیه آدمیه که استراب نداره ساکته حالا میخوام به حالت امری به یکی بگم ساکت باش آروم بگیر زای گنس غویش زای غویش یا زای غویگ اگر میخواید هوخدویچ صحبت کنید یا زبان سطح بالا یاد بگیرید تلفظ کنید غویگ اگر میخواید نه در از کوچه خیابونی صحبت بکنید و یا زبان روزمره صحبت کنید میتونید قویش هم بگید زایگانس گانس قویش زای گانس بلایب یعنی آرام باش آرام بمان ساکت بمان بشین یه گوشه حرف نزن یه همچه معنی میده به بچه ها خیلی وقتا میگن بلایب قویگ بلایب قویش یش لیبه این یک ونلاگه من در یک مدرسه ی جای ساختمانهای مسکونی خیلی ساکت و بی سر و صدا و آرام و خلوت زندگی می کنم. یش لیبه این یک رایگان ونلاگه ونلاگه به این ساختمان ها میگن که مسکونی هستن. من اهل هن ونن این یک رایگان جنگن یعنی چی یعنی پدر و مادر من در یک منطقه یا محله آرام و خلوت و ساکت و بی سر و صدا و بی استراب زندگی می کنند. من ایلتاند وونن این آینا غویگن گگند. ایشهاب غویگ نخبان من همسایه های آرام و بی سر و صدا و ساکتی دارم. ایشهاب غویگ نخبان ما که غویگم هست، منظور فقط ساکت نیست بلکه محله هستش که آرام و آسوده هست و هیچ مشکلی نیست و سر و صدایی و در از همه چیز آرامه میگن رویگ. اش هابه رویگ ناخبان. و در جمله بعد میگم که من اونکل فید این رویگس لیبن این اینم دورف. من اونکل یعنی اموم یا داییم فید این رویگس لیبن این اینم دورف. این این دوتا همیشه با همدیگه دیگه دوستان یعنی یک زندگی رو داشتن یه زندگی رو رو به جلو داشتن یا منظور اینه که دایی من یا اموی من یک زندگی آرامی رو در یک روستا داره و میگذرونه من اونکل فیورد این روی گست لیبن این دوف خب این از حالت صفت در از رویگ بود حالا پارتیکل چیه؟ پارتیکل همونطور که گفتم جم... کلماتی هستن که در از به جمله ما حالت دوستانه میدن و یا برعکسش هم هستن یه حالتی هستش که اون احساسمونو و یا اون فازمونو به طرف منتقل میکنه و رو بهش تشدید میده و معنیش مقدار البته متفاوت میشه به طور مثال من میتونم بگم بلایب غویش زیتسن بلایب غویش زیتسن یعنی چی معنی این نیستش که آرام بگیر بشین سر جاد بلکه معنیش اینه که شما دارید با این قویش که دو جملتون میگید بلایب زیتسن خب یعنی بگیر بشین یعنی همونجا نشسته باقی بمان خب کسی نشسته من میگم بلایب قویش زیتسن میخواد جاشو به من بده میگم بلایب قویش زیتسن یعنی من میخوام با این قویش گفتن بهش اون آسود خاطری رو بدم و یه مقدار دوستانه تر بهش بگم و در از بگم که نه ریلکس باش و خیلی ممنون بلایب غویش زدسن اینجا پس یه غویش معنی آرام و آهسته نشستن نمیده بلکه یک پارتیکل هست که بیشتر در زبان اومگانگزش باخه و یا در از زبان روزمره آلمانی و آمیانه آلمانی استفاده میشه به همین شکل میتونم بگم که دوکانس غویش گین دوکانس گین یعنی تو میتونی بری درسته؟ ولی ما که میگم دوکانس کانس یعنی تو میتونی در اصل بدون دقدقه ریلکس راحت و میتونی بری ما ب... به قول مرفون کار رو خودمون میتونیم انجام بدیم و مشکلی درش نیست یعنی در اصل ما با حرفمون دلگرمی و دلخوشی به طرف میدیم و باهاش دوستانه تر برخورد میکنیم و در از همتو گرز کردم معنی به فرض با اطمینان خاطر با خیال راحت بیدن. به طرف میگم که دوکانز گویش گین یعنی تو با خیال راحت میتونی بری مشکلی نیست همه چیز رو به راهه به همین شکل میتونم بگم که دوکانس گویش میت کامن. ما به فرض میخوایم بریم یه جایی به دوستم میگم که دوکانس گویش میت کامن. در اینجا گویش یعنی اگر دوست داری مثلا میگم تو هم دوست داری میتونی با ما بیای مشکلی نیست یعنی به طرف اطمینان خاطر میدیم به طرف میگیم با خیال راحت باش مشکلی نیست حالت دوستانه داره جملمون دوکانس کانس رویش میت کامن درست یعنی مگر اگه می گفتم یعنی تو میتونی با ما بیای ولی میگم دکانس رویش یعنی یه مقدار ریلکس تر و مهربانانه تر و دوستانه تر و که دیگه میتونی خود انتخاب کنی اگه دوست داری بیای و یا نه بعضی مواقعی که میرید توی مغازه خرید بکنین طرف میگه که اون فروشنده شاون زیزش غویش اوم شاون یعنی با خیال راحت بدونش مشکلی ریلکس نگاه بکنید اوم شاون یعنی کسی میره توی مغازه این چپ و راست و نگاه میکنه و این لباس ها و اون چیزا رو نگاه میکنه به این میگن اوم شاون یعنی دور و خودش روی نگاه میکنه طرف میخواد مهربانانه تر بگه میگه شاون زیزش رویش اوم زی کنن رویش فراگن ون زی فراگن هابن شما میتونید خیلی راحت با خی... با آسودگی خیال با اطمینان خاطر سوال بکنید هیچ مشکلی نیست اگر سوال دارید از رویش فراگن میبینید یه مقدار محترمانه تر میشه مهربانانه تر میشه اگر اینجوری آدم صحبت بکنه و یا wir können ruhig darüber ما میتونیم با هم با خیال راحت آرام و آسوده اطمینان خاطر با همدیگه راجب به این موضوع صحبت بکنیم بله دوستان دیدید که غویگ چه معنی هایی داره با به حالت صفت و پارتیکلش رو در این درس یاد گرفتیم امیدوارم از این درس لذت برده باشین تا درس های آینده بترود.